آرتپکس، نامی آشنا در هنر طراحی داخلی و گچبری. نوآوری، زیبایی و کاری ماندگار با آرتپکس. آرتپکس، هنری ماندگار. بله، مهمان عزیز دیگری رو دارم امروز در برنامه دریچه‌های روبرو. جوان هنرمندی است که از کودکی با ساز ویولن آشناست و آهنگساز بسیار خوبی است و نوازنده چیره دست. به بهانه یا انگیزه آخرین کاری که آلبومی که ساخته ایشون آهنگ رو دعوت کردم از آقای پویا هستم، این موزیسین جوانمون که با پنجه شیرین پویا حسیری هم یک کمی نزدیکتر آشنا بشیم. پویا جان خیلی خوش آمدید به برنامه دریچه های روبرو. قربون شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیز، چه در ایران که حالا بعدن در سایت های مختلف یا فیسبوک نظارگر هستن، و ایرانیان تورنتو و همینطور آمریکای شمالی که پخش میشه. امیدوارم که همیشه سلامت باشن. خیلی خوش آمدی، ما هم ممنونیم از تو. من میدونم که تو با زنده‌یاد شادروان ملک درست کار کردی، پروش تعلیم دیدی. درست. طور خلاصه اگر برای ما بگی اصلا چطور شد که ساز ویولن رو انتخاب کردی و به اونجا رفتی؟ والا فلسفه‌ش رو بخوام بگم خدمتون، به هر حال هر کسی تو زندگیش یه اسطوره یا یک نمادی داره برای خودش که فکرشته که بخواد فعالیت بکنه. من هم خب طبیعتاً داشتم این رو، و الان یعنی برگردیم به 12-13 سال پیش که من ویولون گرفتم، پدرم برام ویولون گرفت که شروع کردم. اون موقع اولین نماد من، اولین اسطوره موسیقی الگویی که بیدیم، بله الگویی که برام وجود داشت و هنوزم هست و تا آخر عمرم هم وجود داره، مرحوم استاد پرویز یاحقی بودن. به به، که اصلا ویولون ایشون رو که میشنیدم تو رادیو، ناخودآگاه اصلا هر کاری که داشتم با اون سن کم که دبستان من میرفتم میومدم و میشستم پای رادیو، و انقدر علاقه من بودم که قبل از این که من اصلا ویولون یاد بگیرم، نوت یاد بگیرم و به اون صورت وارد موسیقی بشم، من دستگاه های موسیقی رو یاد گرفته بودم از طریق گوش. بله، که پدرم تعجب کرده بود. مثلا میگفت این سگا، من بهشون میگفتم، میگفتم یه آهنگی که پخش میشه سگای، میگفت بله، میگفت شوره، میگفت بله. و از اونجا شد که به ویولون علاقه من شدم، و خب یه دو سه سالی پیش خودم کار کردم. بعد پیش خودت یعنی چی؟ یعنی فقط ویولون میگرفتید میزدی؟ پیش خودم به هر حال یعنی نوارایی که بود، از اساتید که بودن، نوارهایی که وجود داشت میذاشتم گوش میدادم و سعی میکردم با اونا کوک بکنم. یعنی مثلا اون ویولونی که داشت پخش میشد سعی میکردم که ببینم چه کوکیه، چه کوک مخصوصی کردن که دارن به این صورت ساز میزنن، و یه جوری خودم رو در واقع ادای اون ساز رو در بیارم با ویولون. دو سه سال به این صورت کار کردم که مثلا میزدم، یه در واقع تقریبا میشد گفت که اونجوری گوش خراش هم نبود. ده. بعد پدرم منو بردن خدمت آقای استاد اسدالله ملک مرحوم، که در منزلشون مدت یک سالی پیش ایشون کار کردم. بعدش پیش استاد علی اکبرپور که در ارکستر بزرگی آقای
استاد فخرالدینی. بله. هم نوازنده ویولون، هم آهنگساز، هم آلتو میزنم. پیش ایشون هم یه مدتی چند ماهی هم کار کردم و بعدش هم میگم کارهای غیر به صورت غیر مستقیم، کارهای استاد حبیب‌الله بدیعی و همینطور استاد یاحقی. هیچ وقت با شادمان یاحقی کار نکردی؟ من متاسفانه نه، ولی میگم کارهاشون رو تقلید میکردید؟ تقلید میکردم و بسیار سبک، از سبک آهنگسازی ایشون و سبک نوازندگیشون به طور غیر مستقیم استفاده میکردم. حالا گفتی آهنگسازی، این کاری که تازه به بازار اومده که قناری من که پدر میخونه، آقای بهرام اصیلی میخونه، خواننده خوش صدا و محبوب، امیدواریم روزی در اینجا داشته باشیمشون. آهنگ های اینو ساختی؟ درست. هر نوع ترانه رو کار شماست؟ بله. هم ویولون نواختی؟ درست. هم آهنگا رو ساختی؟ درسته. آیا این اشاره که کردی تأثیری هم از اون نوع آهنگسازی گفتی درست. گرفتی روی اینا، میبینی که میخواد بره به اون جاها؟ والا اتفاقا همینطور هستش. یه کاری که 7 کار توی این سی دی هست، یکی دو تا از کاراش من الهام گرفته حتی از کارهای آقای یاحقی بودن که انقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم که به صورت الهام گرفته از کارهای ایشون هستش. من دیدم موقعی که ویولون رو دست میگیری شما، موقعی که میزنی اصلا دیگه پویای حسیری رو ما رو نمیبینیم. تو در عوالم و اون حال خود تاثیر. درسته. که اون ساز میتونه روی ما تاثیر بذاره. درسته، همینطور هست. بله. و به طور کلی قبل از این قناری منم آهنگای ساختی یا این اولین آلبومی است که داری آهنگ سازیش میکنی؟ والا یه کار دیگه هم قبل از قناری من بود که با پدرم به بازار دادیم چند سال پیش، حدود 5-6 سال پیش بود. این چیز نبود، همون شور عاشقانه نبود؟ شور عاشقانه، بله. شور عاشقانه بود که 3 تا از کارهای اون آلبوم رو من ساخته بودم، بقیهش رو پدرم ساخته بودن که با همین تنظیم آقای امید امیری که ایشون هم نوازنده تار و ستار و تنظیم کننده بسیار قدری هستن، از دوستان هستن که بله با ایشون همکاری دارم. من امیدوارم که بتونیم خود آقا پدر رو هم، بهرام حسیری رو هم، شنیدم که داره به زودی میاد تورنتو. فکر میکنم تا یه ماه دیگه انشالله. امیدواریم که بیاد و ببینیم و یک کار مشترک و زنده از شما حتما. پدر و پسر با اون صدای خوب و با این استعداد خوب ما داشته باشیم که به بیننده هامون نمایش بدیم. که البته من میخواستم خواهش بکنم که اگر امکان داره یک قطعی رو در هر دستگاهی که خودت مایل هستی شما زنده اجرا بکنی اینجا، که بیننده های ما با این جوان خوب و هنرمند کارشستم با سازش هم گوشنوازی سازشون هم آشنا بشن. حتما در خدمتون هستم. گوش میکنیم به یک قطعی از کار آقای پویا حسیری. روزگارا چه ها کرده با من،
چه دارم چه ها کرده با من، ببین هجر یاران چه ها کرده با دل، خزان در باران چه ها کرده با من. دلم را شکسته، هرم را گسسته، ره آرزوم امیدم را بسته، ره آرزوم امیدم را بسته. این بی‌نوایی پریشان و خسته، از این بی‌بهایی کمین و شکسته، کجا رو کنم من که در آیاند تمامش بروید من خسته بسته. چه عمری که بستم بدین آرزوده، که از ره در آبیم بهاری خجسته، همه قسمت من چنین شد به عالم، دل عاشق و چشم در خون نشسته. دلم را شکسته، هرم را گسسته، ره آرزوم امیدم را بسته، ره آرزوم امیدم را بسته.
به چقدر زیبا واقعا، چقدر دلنواز و دلنشین. در دستگاه سگاه بودی؟ در سگاه و مخالف. و مخالفش هم بود. بله. خب پویا جان بفرمایید شما که آیا کارهایی هم در دست چیز داری، روش کار میکنی برای آینده؟ حتما باید اینطور باشه. والا یه کاری بود در ایران ضبط شده همین تازگی که من میومدم اینجا، که اینو به تازگی ساختم و شعرش از آقای مهریار که در اینجا زندگی میکنن چندین ساله و شاعرهای بسیار خوب و ترانه سرای خوب هستن. یه کاری هست که اسمش گلایه هست. بله. در دستگاه چهارگاه که با صدای بابا پدرم و تنظیم آقای امید امیری در ایران ضبط شد، که حالا کارهای دیگه هم بهش اضافه میشه. حالا که بعد اون رو بعد به صورت آلبوم دوباره به بازار بیاد. حالا امیدوارم که موفق باشی، چون که در این نوجوانی که شروع کردی و همین جوانی که الان هستی، به اینجا هستی رسیدی، میدونم که با تلاشی که داری، با عشقی که داری، موسیقی و هنر اصولاً باید عشق در اون باشه. بله. تا تکاپو و پشتکار اون بتونه اینو کامل بکنه و اکسیر عرضه بکنه. امیدوارم که به اونها برسی. آیا تصمیم داری که اینجا تدریس بکنی؟ میمونی اینجا الان یا برمیگردی؟ والا قصد موندن دارم اتفاقاً، و حالا برای کار تدریس هم در صدات هستم که انشالله در زمانهای آتی انشالله بتونم که تدریس بکنم. خیلی خوب. برنامه هم هستش. خیلی خوب. من برات آرزوی موفقیت میکنم و لذت میبریم از این کارهای زیبات گوش میکنیم و بینندگانم این رو بعداً به گوششون خواهد رسید، این کارهای زیبای شما رو. برات آرزوی موفقیت دارم. اگر صحبتی داری، حرفی هست که من نپرسیدم، بفرمایید. خواهش میکنم. طبق روال آخر برنامه ها که به هر حال سلام میرسونم به خویشاوندانشون یا دوستانشون، و من به پدرم سلام میرسونم که در ایران هستن. حالا آفرین به نامزدتم برسون. و همطور به خانومم که نگار. دلت تنگ شده برش ها؟ پس یه آهنگ دلتنگی برش بساز، اون چه محشری. من یه آهنگ دارم به اسم نگار تو همین آلبومش رو. همسرشون اسمش نگار است که الان مدتی دست هم دورن. خواهش میکنم. الان وقت بستریم، وقت آهنگ سازیته. در حال خوشحال شدم از اینکه برنامه در چای روبرو اومدی. بسیار ازت ممنونم. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. رستوران سورنتو، پیتزا زغالی مخصوص، نان تنوری و انواع غذاهای ایرانی. آماده پذیرایی از شما و مهمانان گرامیتان در رستوران و محل کار و زندگی شما. تلفن تماس 416 447 3590.